یا بزرگان فهمیدن؟ نگو خیلی سوال من واضحه. نگو نگو ما میدونیم که قرآن، ما هممون اکثر بچه هایی که اینجا هستن میدونن که قرآن یک رونوشت بدی از تورات هست. اینو ما میدونیم. من عذر میخوام، خواهش میکنم نکنید. وقتی که صحبت از نور بی انتها میشه، بله فقط من اینو کوتاه پاسخ بدم، پاسخ اینو فقط کوتاه، اگر دقت بکنید وقتی که صحبت از نور بی انتها میکنید و تجلی نوری رو در کوه سینای میکنید و با آن ده فرمانی داده شده در مقایسه با آنچه که آیین حموراوی قبلا بوده، فرق فاحشی داره. یک. دوم از این، آیا ما میتونیم بعد از 3333 سال صحبت از آن بکنیم که کی داناتر هست، کی نادانتر هست؟ آیا اندیشمندان یا خردورزی خودشون بالاتر از اون هستن؟ صحبت ما بر این هستش، ما نمیتونیم امروز رو، یعنی آنچه که در زندگی قرن 21 هست رو، با اون تفاسیر هرمنوتیکی که برگردیم به 1300 سال پیش و به اون گونه و به آن گونه که مردم از گوساله پرستی میبایست اونها رو به یکتا پرستی برسونیم و اون یکتا پرستی شما منظور به اینه؟ نه نکنید وقتی که در اون موقع که وقتی که از بس بیرون آمدن چندی نگذشت که اینها به گوساله پرست شدن، دوباره به گوساله زرین بازگشتن. یعنی برای اینکه شما بتونید افرادی که در یک جمود فکری بودن، در اسارت بودن، در تفکری نداشتن، فکر و اندیشه خردورزی نداشتن که به اونها بتونید اون خردورزی رو و اندیشه رو بدید، باید چه کار بکنید؟ دوره رو باید بگذره. ولی شما نمیتونید بگید اوکی ما الان در قرن 21 هستیم، پس بر طبق قرن 21 کی داناتر است کی نادانتر است. در آن موقع یعنی خدای خودشون رو زرین فام می انگاردن، یعنی که به گونه ای که گوساله پرست بودن. الان شما در هند میرین، هنوز که دست به گاو یا گوسفند نباید شما بزنید، بلکه اینها قدوسیت خاصی داره. ولی وقتی که ما به یک خردورزی و اندیشه پیاژه رسیدیم که میتونیم مسائل رو درک بکنیم، از اون بستر مادیگرای خودش بیرون بیاریم، از روی اندیشه و ابسترکت نه کنکرت، ابسترکت مسائل رو بنگریم، معلومه خیلی فرق داره. یعنی که فردی که آیا تخیل اون رو داره، اگر تخیل اون رو نداره ما نمیتونیم اون رو بهش یاد بدیم. مثلا شما صحبت میکنی از بهشت و دوزخ صحبت میکنی، بهشت و دوزخ یهودی با بهشت و دوزخ اسلامی فرق داره. بهشت و دوزخ یهودی یعنی که آنچه که کردار و پندار و گفتار و کردار شما در این دنیا هست، در عالم آتی از اون بهرمند میتونید بشید. در اونجا نمیدونم نهرهای جام شراب و نمیدونم 72 حوری بهشتی و که در بغل میگیرن و وقتی که استشهاد میکنن و انتحار میکنن، حتی آلت تلاسانه خودشون رو بانداج میکنن که به اونجا برسن، ما همچین چیزی رو نداریم. یعنی چی؟ آتش دوزخ و آنچه که در تورات اصلا نیامده، بلکه خود فرد هست که میتونه آینده خودش رو بر طبق کردار خودش و مخصوصاً به ویژه هم نوع خودت رو دوست بدار، میتونه چی باشه؟ میتونه عالم آتی اون رو بیاد و بیان بکنه. من یه